سلام من و درود فراوان من بر یکایک ملت ایران و جوانها و مادرها و خواهران و برادران. این روزها سیاست های دولت های دنیا در فرمی هست که دقیقه ثانیه رو ایران چشم دوختند و دارن برای مملکت ما سرنوشت سازی میکنن و این غم بزرگیه. ما نباید اجازه بدیم هیچ ابرقدرتی درباره ایران تصمیم گیری کنه و ملت ایران، ملتی که تاریخ 2500 سال داره، کشورهایی که زیر 300 سال دارن نمیتونن برای مملکتمون تصمیم بگیرن. تعیین کننده نه امریکاست، نه انگلیس، نه شوروی، بلکه مردم ایران هستند و دنیاست که بایستی نسبت به شما موضع‌گیری بکنه، نه اینکه ما نسبت به بازی اونها بخوایم موضع‌گیری بکنیم. ما هستیم که بایستی موضع‌گیری بکنیم، نه اونها، و وادارشون بکنیم که نسبت به این خواست کشورمون یا با ما باشن یا در مقابله باشن. ما تو این بازی ها نباید بیافتیم. ما بس بگیم که این هدف ماست، این خواسته ماست. این دنیا دیگه دنیایی نیست که زمانی برای ما تعیین تکلیف میکردن. این زمان دنیایی است که هر کشوری و هر ملتی میتونه سرنوشت خودش رو به دست بگیره. امروز مصاحبه گوینده من و تو و نخست وزیر اسرائیل رو گوش کنید، چون اونا ایرانی هم باور کنی اسرائیل ایران دومه. فقط ملت میتونه گوش کنه چقدر اینا عاشق ملت ایران و ایران هستن. کاری به دیگه کشورهای دیگه ندارم. And shared values, of course, we had a man that we never forget, and that is Cyrus the Great, who entered our Bible. When we speak of Cyrus, we speak of a great leader of a great civilization, and we remember him for enabling the rebuilding of our holy temple in Jerusalem, for the return of the exiles from Babylon. All this is firmly embedded in our historical memory and in our consciousness. Yes, if this regime no longer will rule Iran, if there will be a freedom movement that succeeds, I think that the friendship between Israel and Iran will surpass anything that we can imagine. We were great friends before the Islamist takeover of Iran. Yeah, of course. Israel had built projects in Iran. I offered recently, when there was a terrible drought in Iran, to send Israeli technology, even now, with the present regime, refused. حتی خامنه‌ای رئیس اطلاعات عوض کرده، رئیس اطلاعات ساواک به اصطلاح. چه دیده، چه اتفاقی خواهد افتاد ولی نمیدونه. حالا تو خود سپاهی ها، تو خود خامنه‌بازی ها درگیری وجود اومده و الان دارن رئیسی رو و حداد عادل رو دارن قربانی میکنن. علی خامنه‌ای پشت آتش به اختیارهایش را خالی کرد. اشد مجازات برای تائب و برکناری علم الهدا. علاوه بر شمشیری که خامنه‌ای برای دار و دسته تائب از رو بسته، حالا خبرهای از گوشه و کنار مبنی بر تصمیم وی برای برکناری علم الهدا هم به گوش می‌رسد. انقلاب داره بچه‌های خودش رو می‌خوره و می‌کشه که دووم بیاره. ولی کور خوندن، ملت کف خیابون داره خون میده و داد میزنه مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه‌ای. ایران بر انقلاب است، بکش بکش بکش. از این طرف ببینیم شهرام همایون دکتری رو آورده به نام تقی‌زاده که داره به هنرمند بزرگ ما توهین میکنه. کسی که تاریخ ساسانی، تاریخ هخامنشی رو به زشت‌ترین کلمات با سخیف‌ترین بیان مورد اهانت قرار میده، کسی که نماد ایران ملی‌گرا رو به سخره میگیره، به اون لعنت میفرسته، با اون رو به جهنم میفرسته،
آیا چنین کسی میتونه برای همبستگی ملی، برای اتحاد ملی، برای آزادی ایران سهمی در نتیجه منشور داشته باشه؟ آقای دکتر شما اینو چرا میفهمید؟ بفهمید منی که تمام زندگیم و جوونیم و هستیم رو دادم برای سربلندی نام ایران، امروز چگونه باید تحمل بکنم کسی که ایران رو شت خطاب میکنه؟ حق نداری شما به هنرمندای ما توهین کنی. خودت کی هستی؟ کدوم دکترا داری؟ تو برو زیر ابروی که برمیداری ابا خواهری، خودتو بالجه کن. حق نداری درباره هنرمندای ما، مخصوصا شیفته فراهانی که سالها سینهش رو سپن کرده و برای ایران افتخار آفریده، و تو انجوجه چی میگی؟ کی رو میخوای خراب کنی؟ ما سیاست مدار نیستیم، ولی امروز صدای شما رو با تمام قدرتمون فریاد میزنیم، انعکاس میدیم، تنها صدای شما رو. نه سهمی از این انقلاب میخوایم و نه جایگاهی. سهم و جایگاه امروز از آن مردم ایرانه، از آن مردمی که 44 سال گروگان گرفته شدن در این حکومت. ما تنها انعکاس صدای شما هستیم. امروز فصل مشترک و هدف تمام گروه ها با هر عقیده و مرامی سرنگونی و گذار از جمهوری اسلامیه. ما هنرمندا وظیفمون الهام بخشیدن خط و مشی دادن نیست، و اینکه صدای شما رو با تمام قدرت به بلندترین شکل فریاد بزنیم، انقدر هماهنگش بکنیم که این صدا بتونه دیوار جمهوری اسلامی رو بریزه. این کار ماست و اون کاریه که من 4 ماهه دارم سعی میکنم انجام بدم. شهر همایون فقط به خاطر پورسازی یه همچین لجنهایی رو میاره که بتونه تو یوتیوب و گفت زرما پول سازی کنه. اینا همه جمعه پول سازی هست که سعی میکنن جنجال به وجود بیارن، هنرمندی رو خراب کنن، خواننده رو خراب کنن، یا سیاست مداری رو خراب کنن. آخه ما بشینیم بس، مردم تو خیابونا دارن خون میدن، مردم نون ندارن بخورن، آب ندارن، آخه خجالت هم بد چیزیه. فکر اون مردم باشین، چطور وجودتون دست به این کارا میزنه؟ باید بهتون گفت شرم آوره. نمیخوام جمله بدی بگم. آقای شهرامانی که شما که وطن وطن میکنی، کدوم وطن؟ جمهوری اسلامی یا دموکراسی؟ پس انتخاب خودتا بلد نیستی بکنی. چرا میخوام پول در بیاری؟ یه قدرت نشون بده تو تهران و منم یه قدرت نشون میدم. ببین تو وجود داری یا امثال ماها که عشق وطن داریم، نه برای دنبال پولیم نه هیچیه، عشق وطنه. ایران برق انقلاب است، بکش بکش بکش. چطور میخوایی در آینده برگردی تو ایران حتی بچه هاتو ببینی؟ با چطور؟ با کدوم قدرت؟ با این کارات؟ واقعا حیفه، حیفه. زمانی رو داری طی میکنی که بر علیه خودت داری قدم برمیداری. مردم ما هوشیارن، مردم ما غیرت دارن. اونایی که سکوت کردن و اونایی که حرف نمیزنن و اونایی که بس تو حرف میزنن، جفتشون در یه سطح خیانت هم. زمان زمان همبستگیه، زمان زمان نجات ایرانه، نه چیز دیگه. ما باید ایرانمون رو نجات بدیم، ملتمون رو نجات بدیم، تاریخمون رو نجات بدیم، اصالتمون رو نجات بدیم، نه چیز دیگه. گولد شیفتر فراهانی. خب تو اسم منو فهمیدی، اسم تو چیه؟ گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی. گول شدم، هول شدم، بس همه برکنده شدم. من مریمم بابا. از این من شما تفنگ میکشید روز من؟ اینی خانومه؟ واسه چی زندگیم و جوونیم و زندگی آینده بچه هم همه رو بزن بکنی تو؟ از این خاموش زدرم یه تابلو رو به فردا باش. من اون آواز ممنوعم، منو نقاشی کن نقاش. آرزو خیلی چیز خوبیه، من آرزوامو خیلی دوست دارم. من یه ایرونی ام و عاشق وطنم و تشنه نگم، پاش وامیستم و بدون
همه تون رو زیر نظر دارم و بدونین در هر شرایطی در ایران من نفستون رو میگیرم به خاطر که نفس ملت رو گرفتیم. هر جریانی با هر ادعایی اگر متوجه نشن که خاص جامعه الان در کدوم جهت هست برای آزادی و پشت سر این مردم قرار نگیرن، پشت سر این جوان‌ها قرار نگیرن، واقعا یه چیزیست که بایستی یه روزی توجیه بکنن که چرا بیش از این سکوت، چرا بیش از این عدم همکاری. من شاهزاده میخوام که تو دهنی بزنه به این آدمای وطن فروش که نه اصالت دارن، نه فرهنگ دارن، نه سواد دارن و فقط بلدن دزدی مالی کنن، پولشویی، رابطه ها رو با پول عوض بدل کنن. اینجا میدون با شاهزاده ماست که میدونه، ملت هم میدونه و ما هم میدونیم و تو دهنی بزنه و اینقدر آدمای کثیف نیان کار با چه کافی کنن. ما همه نگران ایرانیم، ایران عزیزمون، عشقمون، وطنمون. چطور وجداری دارین در این زمان چنین خیانتایی میکنین؟ جای همبستگیه یا جای متفرق کردن؟ وای ای روزگار، چه روزگار بدیه که ملت در آتیشه و کسان دیگه میخوام پول سازی کنم. متاسفم. مرگ ارزون ترین کالایی هست که فروخته میشه. این هزینه ها نیستن که بالا میرن، این سقوط زندگی و انسان هاست که دوچارش شدیم. در هر افزایش هزینه ای این ما هستیم که کاهیده میشیم. ما ارزون نیستیم. من باز از تلویزیون های انترتینمنتی میخوام، از امیر قاسمی، از حمید شبخیز و غیره که در انترتینمنت هستن با مردمشون هم پیوند شن، بیان جلو و صحبت های قشنگ خودشون رو بکنن. نظاره این سیاسی های قلابی که نوندوری درست کردن برای خودشون جای داشته باشن. اگر انترتینمنتی ها وجود دارین باید تو دهنی بزنین به این، اینا از اجنبی هم بالاتر. ایران قرب انقلاب است، بکش بکش بکش. دنیا دیگه است، هیچ کس نتونه تکنولوژی رو عوض کنه. حالا اینترنت رو قطع کنین یه روز، قطع فرداش جور دیگه خبرها میاد. اینا نمیدونن تکنولوژی داره جوان ها رو چی کار میکنه. بیشتر میفهمن، بیشتر میفهمن، بیشتر میرن در عمر برنامه. در هر صورت عشق وطن من، وجودم تا اونجا که بتونم جلوی خلافکارا رو میگیرم و به تمام ملت ایران معرفیشون میکنم که چقدر کثیفم و چه وطن فروشم. جاوید با پرچم شیر و خورشیدمون و ملت عزیزمون. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر آدمای خلافکار که معرفی کردم کیا. جاوید با رضا شاه سببمون.